در امر پزشکی تشخیص حرف اول را می زند و در زندگی شما سلامت چشم ها و دید شما برایتان در مقام اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا به همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. عزیز ارجمند برنامه شگفتی های جهان چشم پزشکی، امیدوارم است که تندرست و سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشیم، فلک را سر بشکافیم و ترهین رو در اندازیم. این برنامه هر هفته روزهای شنبه ساعت 12 تا 1 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری چشم، در این برنامه درباره بیماری و جراحی چشم با شما سخن میگویم. باز پخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه تقریبا برابر 8:30 صبح روز دوشنبه در ایران خواهد. اگر فرصت نکردید برنامه رو تماشا کنید، باز پخش برنامه رو حتما توجه بفرمایید. خب چند موضوع اشاره بکنم. اول اینکه ما امروز خوشبختانه برنامه پرسش و پاسخ ساعت 2 تا 3 داریم از رادیو ایران، بنابراین دوستان اگر چنانچه فرصتی نکردن که سوالاتشون رو در این برنامه مطرح کنند، در آن برنامه حتما سوالات رو مطرح کنید، چون در اون برنامه فرصت کافی داریم که به سوالات پاسخ بگوییم و من در اون برنامه سعی میکنم که صحبت اضافی نداشته باشم جز پاسخگویی به سوالات شما عزیزان. نکته دوم این که همونطور که بارها عرض کردم، آقای دکتر نریمان نصیری از پرهیختگان جامعه ما و از چشم پزشکان برجسته که با فوق تخصص گلاکوما عضو هیئت علمی دوهینی هستن و لطف میکنن هر هفته روزهای پنجشنبه به مطب به مراکز ما مراجعه میکنن. ادوانسد سرجری کلینیک در اونجا مریض های گلاکوما رو میبینن. بنابراین اگر گلاکوما دارید و آبی سیاه دارید و مشکلی دارید، میتوانید تماس بگیرید با ایشون، وقت بگیرید و باشون کانسال کنید. البته خوشبختانه از احتمالاً دو هفته دیگر ایشون در برنامه رادیویی با من همراه خواهند بود و خب این یک برحال نوید خوبی است برای دوستانی که گلاکوما. اما نکته دیگری که بسیار برای خود من شخصا بسیار مهمه، دریافت جایزه صلح نوبل توسط خانم نرگس محمدی است. جایزه نوبل ایشون دریافت کردم و یکی از به نظر من بزرگترین دستاوردهای مبارزاتی مردم ایران در طول سالهای مبارزه و خصوص در طول سال گذشته است. این مبارزه علیه دیکتاتوری آخوندی داره واقعا قدمهای بسیار بزرگی رو برمیداره و مردم جهان دارن واقعا متوجه تلاشهای مردم ایران و به اصطلاح سرکوب جمهوری اسلامی میشود. برای شخص من اصلا مهم نیست که موضع سیاسی افراد چی هست، برای من بسیار مهم است که هر کس با هر موضع سیاسی موضع مهمی داشته باشه و اون موضعش علیه جمهوری اسلامی تا سرنگونی جمهوری اسلامی است، با هر موضع، با هر تفکری که هست. چرا؟ برای اینکه احتمالاً حکومت آینده ما حتما بایستی فراگیر باشه، بایستی تمام احزاب سیاسی از چپ چپترین چپ ها تا راسترین راست ها
رو در نظر بگیره و برای همه زندگی مرفعی رو تأمین کنه و شرایطی رو تأمین کنه که همه بتوانند واقعا در زیر یک چتر در کشوری به نام ایران و به نام ایرانی زندگی کنند. و مهم مسیر مبارزاتی افراد است. خانم نرگس محمدی نشان داد که سینه سپر کرده است، در مقابل دیکتاتوری ایستاده است، زندان کشیده است و واقعا حقش هست که سازمان های بین المللی و جهانی ازشون هر حال سپاسگزاری کنند، به خاطر اینکه هر مبارزه ضد دیکتاتوری، هر مبارزه ضد خشونت، هر مبارزه ضد نژاد پرستی برای همه جهان مفیده، نه برای یک کشور. بنابراین مبارزه ایشون هم مبارزه ضد دیکتاتوری علیه جمهوری اسلامی است و باید که حکومت های دیکتاتوری رو از جهان براندازیم. فرق نمی کنه، در ایران هست، در ونزوئلا هست، در افریقا هست، در هر کجایی که هست، در کره شمالی هست، بایست همه اینها از بین بروند و ما یک جهانی آرام داشته باشیم تا بتوانیم همه در کنار هم زندگی کنیم، بدون اینکه بدون توجه به رنگ پوست، طرز تفکر، قومیت، نژاد و منطقه زندگی. در حال بازم تبریک میگم به خانم نرگس محمدی، به خانواده ایشون، به شوهر مبارزشون، به دوتا فرزندشون که رنج کشیدن در سالها، و به همه مردم ایران و به خصوص مبارزینی که الان در میدان هستن. برای همه شما آرزوی موفقیت و پیروزی میکنم و به زودی پیروز خواهیم شد. یعنی شک ندارم که در مقابل جمهوری اسلامی ما به پیروزی خواهیم رسید. اما امروز همونطور که عرض کردم دوستان، اگر سوالاتی دارید خواهش همینه که سوالاتتون رو زودتر مطرح کنید، چون وقت تنگ است و به اصطلاح فرصت کوتاه. بنابراین اگر سوالی دارید سوالاتتون رو مطرح کنید که سوالاتتون رو پاسخ بگویم، برای اینکه شما وقتی سوالی رو مطرح میکنید، سوال شما سوال 100 نفر دیگر هم هست و به این ترتیب توانستیم جمع بسیار بزرگی رو سوالاتشون رو پاسخ بدیم. و باز هم فراموش نکنید که اگر خواستید ساعت 2 با رادیو تماس بگیرید، شماره تلفن رادیو رو اعلام میکنم، 323-512-7264. یک بار دیگه عرض میکنم 323-512-7264، این شماره تلفن رادیو هست که از 2 تا 3 برنامه پرسش و پاسخ داریم که هر سوالی که دلتون میخواهد در زمینه چشم پزشکی بفرمایید تا اون سوالات رو پاسخ بدیم. اما دوستان سوال کرده بودن که این لنز جدیدی که به نام به اصطلاح LAL LAD یا Light Adjustable Lens یا LAL آمده است، این لنز چی هست و آیا برای ما مناسب هست یا نه؟ شاید یک بار دیگه هم در این مورد توضیح دادم، ولی چون سوالات زیاد بود در هفته گذشته، بد نیست که در این مورد باز من توضیح بدم که ببینید، ما وقتی کاتاراکت سرجری انجام میدیم و لنز دیسفانکشنال لنز یا لنز از کار افتاده ای که در چشم شما هست رو که خدا داده است یا طبیعت داده است یا هر چه هست در چشم شما سالا کار کرده و دیگه به کار نمی آید، دیگر خوب کار نمی کند، رو در می آوریم و به جاش یک لنز جدید می گذاریم که این لنز می تواند خیلی بیشتر از اون لنز طبیعی در چشم شما کار کنه. گفته شده است که طول عمر لنزهای مالتیفوکال بیشتر از 100 سال هستش. خب پس بنابراین ما باید لنز بگذاریم، اما اینکه چه لنزی در چه چشمی بگذاریم، اون بحثی است بسیار طولانی مفصل که در این مورد خیلی بحث کرده ایم. بایستی خیلی نکات رو ما در نظر بگیریم، از فیزیولوژی چشم شما، آناتومی چشم شما گرفته تا شغلتون، تا حتی طرز شخصیتتون، طرز تفکرتون، طرز بینشتون، اصلا چجوری به جهان نگاه کنید، اصلا شما هدفتون از این عمل جراحی چیست و چه میخواهید، اینا همه رو باید در نظر بگیرید. اما این لنز جدیدی که به حساب توی مارکت اومده به نام LAL یا لنز های لایت اجستبل، لنزی هستش که اون به اصطلاح متریالی که این لنز رو باهاش ساختن یک به اصطلاح پلیمری هستش که این پلیمر قابل حرکت، یعنی حرکت میکنه، میتونه توی لنز حرکت بکنه. به همین دلیل، به همین جهت با تابش
نور خاصی به این پلیمرها، ما می توانیم این پلیمرها را از هم دور کنیم یا این پلیمرها را به هم نزدیک کنیم و به این ترتیب می توانیم قدرت این لنز رو کم کنیم یا زیاد کنیم، یا در یک جهت خاص این قدرت رو زیاد کنیم که برای رفع آستیگماتیسم یا کم بکنیم. خب بسیار لنز خوبی است، بحثی نیست که لنز بسیار خوبی هستش، اما چند تا موضوع رو باید توجه داشته باشه. یکی این که خب یک پروسه یه مقدار پر درد و سر داره، مریض 7-8 بار باید بره و بیاد پشت این دستگاه بشینه و اینو به حساب با نور اجستش کنه. نمبر 2، این لنز مانوفوکال هستن، این لنز مالتیفوکال نیستن، یعنی فقط برای دور ساخته شدن، برای نزدیک کار نمی کنن. برای اگر شما خواهان این هستید که هم دورتون هم نزدیکتون اصلاح بشه، پس بنابراین این لنز LAL یا Light Adjustable برای شما گزینه خوبی نیست. نمبر 3، نسبتا گران هستش، یعنی شما پول زیادی میدهید فقط به خاطر اینکه لایت ادجستبل هستش. خب ارزشی نداره، برای اینکه فقط دورتون اصلاح میکنه، نزدیکتون که اصلاح نمیکنه. شما میخواید اگر پولی دارید میپردازید لنز به اصطلاح نزدیکتون هم اصلاح بشه، یا اصلا دیگه اینت نزنید. خب حالا چرا این لنز اومد تو مارکت؟ پس برای چی اومد تو مارکت؟ بله، در بعضی از موارد، در بعضی از چشم هست که واقعا لنز معمولی کار نمیکنه، لنز مونوفوکال کار نمیکنه، لنز مالتیفوکال ابدا کار نمیکنه، حتی لنز مونوفوکال کار نمیکنه. کی؟ چه کسی؟ مثل کسی که کراتوکونوس داره، مثل کسی که آرکی شده 30 سال پیش، مثل کسی که ایرگولار استیگماتیزم داره، مثل کسی که پیوند قرنیه شده، پست به اصطلاح پی کی پی هستش، پست کورنر ترانسپلنت هستش و خیلی از موارد دیگر هستش که در این چشم لنز مونوفوکال ابدا کار نمیکنه. بگذاریم بعدش کار میکنه، ولی بعدش باید مریض بازم عینک بزن. خب اگر مریض ما بگه ببینیم من تراتوکونوس درسه دارم، یا من آرکی شدم و قرنیم ناجور هست، آیا میشه که حداقل من برای دور عینک نزنم؟ خب در این صورت هست که ما بهتره که لنز لایت ادجستبل رو در این چشم بگذاریم و اون مقدار که کم یا زیاد هست در چشم مریض بعد از عمل، چه آستیگماتیز، چه دوربینی، چه هایپروپی، چه مایوپی، اینا رو همه رو بعد با لایت ادجستش بکنیم. 4 جلسه مریض میاد، هفته یه بار میاد و این لایت رو میتابانیم و این لنز رو در حقیقت در چشمشون ادجست میکنیم. پس این لنز برای چه کسانی خوبه واقعا؟ برای کسانی که نمیتوانن از به اصطلاح منافع لنز معمولی در چشمشون استفاده کنن، خوب، بسیار خوبه، با در اون گونه موارد استفاده میشه. پس بنابراین این لنز رو میشه در چشم معمولی هم گذاشت، هیچ اشکالی هم نداره، ولی گفتم که اون شروط رو باید بدانیم. 1، مانوفوکال هست، فقط مال دوره. 2، هزینش خیلی زیاده. 3، رفت آمدش خیلی زیاده تا ادجست بشه. اگر شما لنز معمولی رو ما بتونیم در چشمتون بذاریم، احتیاج به ادجست شدن نداره، خب برای چی اون پول بدید و برای چی فقط دورتون اصلاح کنید؟ پس یه لنز معمولی میذاریم تو چشمتون، ادجست هست آرده، چون 99%، 98% موارد ما وقتی لنزی رو با دستگاه آیل مستر تعیین میکنه و در چشم مریض میذاریم، تقریبا برای، یعنی خیلی ادجست هستش، چیه کم و زیاد نیست معمولا، بنابراین احتیاجی به لنز ادجستبل در این صورت نخواهید داشت. خب این در پاسخ دوستانی که در هفته گذشته چند مورد تلفن داشتم که سوال کرد. اما برم در مورد یک موضوع خیلی مهم من ادامه بدم. صحبتم رو در هفته قبل شروع کردم ولی خب تموم نشده، حتما این هفته هم تمام نخواهد شد، برای اینکه موضوع بسیار مهمی است. گفتیم که مسئله خشکی چشم یک مسئله مهمی است، چه برای مریض چه برای پزشک. برای من وقتی میخوام عمل جراحی کاترک انجام بدهم، اگر شما خشکی چشم داشته باشید نتیجه خیلی قشنگی نمیگیرم، پس برای من هم مسئله است، باید اول درمان کنم خشکیتون. برای مریض که خب خیلی مسئله است، برای اینکه رنج میبره از این مسئله. به همین دلیل گفتیم که از تعداد زیادی از کشورهای جهان، در حدود 158 کشور، اینا اومدن جمع شدن و از ببخشید از 138 از 38 کشور 158 عضو، خودم اصلاح میکنم، نه 158 کشور، از 38 کشور 158 عضو اومدن جمع شدن، نشستن و بحث کردن که ما واقعا یک
منیفستی تعیین کنیم و تنظیم کنیم که بتوانیم هم تشخیص بدهیم خشکی چشم رو، هم بدانیم چه عواملی باعث خشکی چشم می شود، همه این عوامل رو در بیاریم و بعد راهکارهای درمانی رو هم پیدا کنیم و به این ترتیب همونطور که هم یک منیفست مشخصی قانون اساسی بگذاریم برای چشم پزشکان سراسر دنیا که بتواند خشکی رو درمان کنه. صحبت کردیم که در این منیفست همه مسائل رو بررسی کردن. اون روز صحبت کردم در مورد اینکه کانتاکت لنز ها یکی از عوامل خشکی چشم هستن. افرادی که کانتاکت لنز استفاده میکنن اینا بررسی کردن، متوجه شدن خب اون کانتاکت لنز های خب پس اجازه فرمایید که بریم به یک استراحت، یک آگهی برمیگردیم و من مطلب رو ادامه میدم. خواهش میکنم تصدیجه فرمی که با دوست عزیزی که تلفن زدن صحبت بکنم و بعد بحث رو ادامه. دکتر رضاپور هستم، خواهش میکنم سوالتون رو مطرح بفرمایید. سلام آقای دکتر، ایشاله که بهترین ها برای خودتون و عزیزاتون باشه. مرسی عزیز. سوالتون چی عزیزه؟ آقای دکتر من گلوکوما دارم، به اضافه دوتا چشمم هم کترک عمل کردم. یه بارم لیزر کترک کرده که گلوکوما کردم، ولی بعد دو سال دوباره فشار چشمم بالا رفته. بعد من قطره لاستوپرس و تیمولول میریزم تو چشمم، همون سفارشاتی که شما میفرمایید انجام میدم. بعد الان 3 مرتبه در روز قطره رتین میریزم. قطره رتین شیری رنگ باید باشه، درسته؟ درسته کاملا. بعد ولی چشمام، گوشه چشمام، خود چشمام خیلی میخواره، یعنی جوریه که دیگه با دست باید فشار بدم بخارونم. علتش چی میتونه باشه؟ ببینید عزیزم، خود داروهای به اصطلاح گلاکوما، چه لاتانوپراست و داروهای پروستاگلاندین، چه تیمولول، چه دورزولاماید، دورازول، همشون اینها خشک چشم داره همراهش. چرا؟ برای اینکه اینها پرزروتیوی دارن که این پرزروتیو خیلی خشکی ایجاد میکنه. بنابراین و این خارش گوشه چشم شما ناشی از همین خشکی حاصل از استفاده از داروهای ضد گلاکوما هستش. خوشبختانه هفته گذشته لاتانوپراست نان پرزرو اومد به بازار. پس اولین توصیه که بهتون دارم اینه که به چشم پزشکتون بلافاصله مراجعه کنید و بگویید که براتون لاتانوپراستی که پرزروتیو نداره و تازه اومده به بازار تجویز کنن، که دیگه راحت بشوید از دست پرزروتیو ها. ببینید اینقدر این مسئله پرزروتیو ها در چشم پزشکی مهم شد و بحث انگیز شده که ما امروزه دیگه به تمام مریضامون توصیه میکنیم اصلا قطره های بدون پرزروتیو استفاده کنید، دیگه قطره های پرزروتیو دار استفاده نکنید. اون قطره هایی که تو شیشه ها هست، توی باتل هست، اینا همشون پرزروتیو دارن. ولی اونایی که توی اون به اصطلاح یک بار مصرف ها توی وایال های کوچولو هستش، سرش باز میکنید، اونا پرزروتیو ندارن. این نشانش. پس بنابراین هر وقت رفتی داروخانه که دارو بگیرید برای خشکی چشمتون، بگید که نان پرزرو میخوام، پرزروتیو نداشته باشه که از همون بیالا بتونید. پس این یک نکته است که بایستی استفاده کنید و رعایت کنید. نکته دوم اینه که سعی کنید قطره چشمی رو وقتی تو چشمتون میریزید به روی پوست و بیرون نریزه، روی پوست خارجی چشمتون نریزه، داخل چشمتون بریزه و بلافاصله هم خشکش کنید. برای اینکه قطره، افراد فکر میکنن حالا این قطره یه ذره نگه داریم تو چشممون بهتره، نه، قطره تا شما تماس پیدا کرد با چشمتون جذب میشه، چشم شما مثل اسفنج میمونه، بلافاصله قطره رو جذب میکنه، اون چیزی که تو چشمتون مونده اضافه است، اونو باید خشکش کنید، بردارید که عوارض رو کم بکنید. خیلی بیشتر اون به اصطلاح نگهدارنده ها یا پرزروتیو ها
نماند در چشمتون. نکته بعد اینه که هر شب چشمتون رو به نظر من با آکیوسافت پدهای مخصوص، نوع اوریجینالش، فقط اوریجینال اوریجینال آکیوسافت رو بگیرید، به اصطلاح نیوی بلو هستش، از داروخانه بگیرید، شبا چشمتون رو با اون تمیز بکنید، مثل یه پد دیگه، پد یه گاز خیسه، چشمتون رو بشورید باش، صابون داره، بعد با آب بشورید و پماد بزنید، پماد اریترومایسین. اریترومایسین خیلی خوبه برای اینکه چرب نگه داره چشمتون رو تا صبح، یه مقدار خیلی کم، نصف برنج رو که انگشت ماساژ بدید رو پلکاتون رو بخوابید. این نکاتی است که حتما رعایت کنید، مطمئنا مشکل خشکیتون برطرف میشه. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اجازه بدید که با دوستان دیگه صحبت کنم. من که گلوکوما دارم، قطره میریزم، اشکال نداره بزنم؟ هیچ اشکالی نداره، شب موقع خواب بعد از اینکه قطرتون رو ریختید از پماد استفاده کنین و بخوابید. دستتون درد نکنه. آقای دکتر، این قطره که میریزیم ما باید بریزیم تو رو پلک یا خود پلک پایین رو بکشید پایین و این گوشه بغل بینیتون قطره رو اونجا شوت کنید اونجا. دستتون درد نکنه، خیلی هم ممنون. باشه. خب عزیز فرمی که با دوست از دیدی گر صحبت کنید که رضا پرستم بفهمید از سلام آقای دکتر، من از سیاتل صحبت میکنم، فرح صفوی هستم. میخواستم ازتون خواهش کنم که من همیشه از چشمام عشق میاد، همش چشمام خیسه، باید خشکش کنم. این مسئله چیه؟ نسبت صحبتتون رو متوجه نشدم عزیز. عشق میاد از چشمم، همش چشمم. آها، عشق ریزش دارید. اوکی، بله. خب سوال اینه که چه باید بکنید؟ ها بله، شما چند وقت عشق ریزش دارید عزیزم؟ حدود 2 سال هست. 2 سال، یعنی جوری هستش که هی با دستمال باید تمیز کنید، درسته؟ مرتب باید چشمم رو با کلینکس خشک بکنم. بسیار. حالا گوش کنید از تلویزیون ببینید. بله. یک، درسته که خشکی چشم یک کمی اشک ریزش داره، ولی خشکی چشم اشک ریزشش خیلی متفاوته با بسته بودن مجرای چشم. پس بیایم اینجوری صحبت کنیم، بگیم ما مشکل عمده چشم رو 2 قسمت تقسیم کنیم، یا چشم خشکه یا چشم تره. اگر چشم خشک باشه، خب معلومه احساس جسم خارجی، قرمزی، خارش، سوزش، اینا. گاهی اوقات کسانی که خشک چشم دارن اشک ریزش هم دارن، یک اشک ریزش رفلکسی دارن، ولی گهگاهی است، گاهی هست، گاهی نیست، گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، گاهی اصلا نیست، اون فرق. ولی کسی که واقعا اونقدر اشک ریزش داره که با دستمال مجبور خشک کنه، این فرد مطمئنا اشکالی در سیستم خروج اشک از چشمش هست. این آدم خشک چشم نداره، بی خود قطره خشک چشم استفاده نکنه. این فرد در حقیقت سیستم خروج اشک از چشمش اشکال داره. یعنی چی؟ غده اشکی اینجا زیر این استخوان هستش، از اینجا اشک ترشح میشه و مثل یک رودخانه‌ای به سمت بینی حرکت میکنه، گرد و غبار و آشغال و میکروب رو با خودش برمی‌داره، میاد این گوشه. این گوشه 2 تا سوراخ هست، یکی لب پلک پایین، یکی لب پلک بالا، بهشون میگویم پانکتوم. این پانکتوم هر کدوم به یک مجرا ختم میشن، این دوتا مجرا میرن توی این استخوان بینی، یکی میشن و به کیسه اشکی ختم میشن. کیسه اشکی مثل یه حوزچه است که هر از چندگاهی تخلیه میشه در پشت بینی ما. نگاه میکنید وقتی که شما گریه میکنید بینیتون خیس میشه یا حتی از بینیتون آب میاد بیرون، برای اینکه اشک میره اون وسط. پس اینجا محل تخلیه و خروج اشک هستش. حالا به هر دلیلی این سیستم به هم بخوره، شما اشک ریزش پیدا میکنید. خیلی بد هم هست، برای اینکه آزارنده است، باعث قرمزی و باعث اگزمای اطراف پلک میشه، دائم دستمال دستتونه، تو جمع نمیتونید برید، مسائل زیادی داره، تازه گاهی اوقات ممکنه عفونت روش اضافه بشه. پس بنابراین بایستی علاج کنیم. اول ما نگاه میکنیم ببینیم پانکتوم ها بازن یا نه. اگر پانکتوم ها تنگ باشن، خب باید گشادش کنیم، یا مکانیکی گشادشو میکنی یا با لیزر گشادشو میکنی، پس بعد مشکل برطرف میشه. یه وقت هستش که نه، مجرا رو شستشو میدیم و میبینیم که نه، تنگی به خاطر پانکتوم نیست، مجرای خورده تنگ.
در اون صورت باید تیوب بگذاریم. سرلاستیک تیوب میگذاریم که مجرا باز بمونه، بعد از مدتی تیوب رو بر میداریم، یا بعضی وقتا هم بر نمیداریم، همیشه اونجا میمونه. بله. یه وقت هستش که وقتی شستشو میدیم میبینیم که مجرا کاملا بسته است، 100% بسته. بله. در این صورت بایستی DCR بکنیم، دکتر سیستر راینستمی، یا پیوند کیسه اشکی به مخاط بینی، که حالا چند روش داره که این روزا روش رایج اینه که از داخل بینی میرویم و این کار رو انجام میدن. این یک مورد. مورد دیگه این هستش که نه، شما سیستم اشکیتون اشکال نداره، ولی پلکتون شل شده، پلک پایینتون شل شده، مک نمیزنه اشک رو، نمیبره تو سیستم و نمیتونه. خب باید پلک پایینتون رو تایید کنید، باید پلک پایینتون رو عمل کنید. یا اینکه نه، شما اصلا هیچ کم اینا نیست، شلی ملتهمه دارید، ملتهمتون شل شده، مثل یه لحاف افتاده در سوراخ مجرا، اشکیتون رو بسته نمیذاره اشک رد بشه. خب باید اون رو عمل کنید. پس ببینید عوامل و علل متعددی میتواند باعث این اشریزش بشود بر حسب نوع تشخیص ما. آلرژی هم دارم، هر روز آلرژی دارم. بله، آلرژی نمیتواند این اشریزش را اصلا توجیه کنه، ربطی به آلرژیتون نداره. بنابراین خودتون رو فریب ندید که من اشریزشم به خاطر آلرژی است، به خاطر اینکه از این مواردی است که من عرض کردم. اوکی. یا مجرا سیستم اشکیتون اشکال داره، یا شلی پلک پایین دارید که بهش میگیم اکتروپیون، و یا اینکه شلی ملتهمه دارید که بهش میگیم کانجنکتیوال کلیسیس، یا شلی ملتهم، یکی از این موارد هست. هر کدوم از این موارد رو که بررسی کردیم و دیدیم اون هست، باید بریم اونو برطرفش کنیم تا اشریزش شما خوب بشود. تا اونو برطرف نکنیم شما اشریزشتون ادامه داره، هیچ دارویی هم کمکتون نمیکنه. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. با درود و سپاس فراوان جناب دکتر، مریض همیشگی و مزاحم همیشگی شما. من از آرمان زنگ میزنم یه کوچولو بگم که 75 سالمه و دیابت دارم و چشمم کلاکوما داره که SLT گرفتم و از وقتی هم که SLT گرفتم تحت نظر شما بودم در رابطه با خیلی از داروها که صحبت کردم با اتون. حدود یک ماه پیش زنگ زدم خدمتون که رفتم روی کورتیزون 5 میلی گرم، اول که با 80 میلی گرم شروع کردم، بعد به 5 میلی گرم، و اینکه تا یه خورده ادامه دادم چون رویماتیت دارم اینجا. هر وقت این کورتیزون صد یک بار که بینی کیت میشه اینو من میخورم، دکتر میگه ادامه بده به خاطر استخونم. به هر حال اینو ادامه دادم تا پریشب احساس کردم که پلک من خارش عجیبی داره و با خوردن این شما فرمودین که هر وقت من اینو میخورم باید حتما سالاتانو بریزم به چشمم، و من توی مدت سرطان رو به چشمم ریختم. دوبارم برای معاینه رفتم و میدانه دیدم و عصب رو نگاه کردن، همه چی اوکی بوده. بازم شما فرمودین تا زمانی که اینا خوب هستش مسئله نخواهد بود. من تا امروز دیگه دیدم این خارش از دیر و ساله خیلی اذیتم میکنه. رفتم بیمارستانی چشم، چون روز تعطیل بود و اونجا دکتر من رو معاینه کرد، گفتش که چشمت سرما خورده. گفتم من خودم 52 سال سرما نخوردم، چشمم چرا سرما خورده؟ گفت یه آلرژی، یا این نمیتونم بگم به خاطر سرطانه، ولی شما فرموده بودین احتمالش هست. به هر حال این به من یه قطره داده از این یه بار مصرفا تو پلاستیک کوچیکا هستش، زوفور کورت، نمیدونم میشناسید یا نه، 3.35 میلی گرمه و به من گفته که روزی دو سه بار این و حوله گرم و اینا رو بذار. بعد من بروشورتون اینو خوندم، این کورتیزون داره اما مواد نگه دارنده رو نداره. همینطور که الان شما با این خانم صحبت میکردید داشتم گوش میکردم، مواد نگه دارنده نداره، منتها در بروشورش نوشته کسایی که کلاکوما رو دارن احتمال فشار چشم بره بالا زیاده، و امروز فشار چشم من 20 بود با توجه به اینکه قرنیه زخیم دارم، شما فرمودین 3 عدد میام پایین، 17 بودم. بذارید من یه سوال بپرسم. ترسیدم من اینو استفاده کنم، ولی خارش عجیبی چشم من داره و پلکم متورم شده. ببینید من فکر میکنم این تورم پلک شما یک به اصطلاح شروع یک چالیزیون بوده، یک اون گلموجی بهش میگیم،
من همیشه برای این افراد توصیه میکنم حتما چشمشون رو با اون پدهای چشمی از داروخانه پد چشمی بشویید، با آب تمیز کنید و بعد اریترومایسین، پماد اریترومایسین استفاده بکنید و اگر لازم بود میتونید واقعا ندیدم ولی فکر میکنم شروع چلزیون اگه میگید تلکتون ورم کرده و میتوانید لووکوین آنتیبیوتیک رو روز یه دونه به مدت 5-6 روز مصرف کنید. این ماده اگر آنتیبیوتیک هم داشت موافق بودم بریزید، ولی این کورتون خالصه، بنابراین میتواند فشار چشم رو بالا ببره. حالا شاید ریختنش روزی یه بار اشکالی نداشته باشه، ولی روزی سه بار ریختنش اشکال داره براتون. رو توصیه نمی کنم روز سه بار بریزید، روزی یه بار بیشتر نریزید. پلکاتون رو تمیز کنید، با پد چشمی آیپد از داروخانه بگیرید تمیز کنید و پماد چشمی رو از داروخانه بگیرید، اریترومایسین، حالا نمیدونم تو اروپا هم با نام اریترومایسین میشناسنش، پماد نه بخواد، هم به خاطر اینکه آنتیبیوتیکه، هم به خاطر اینکه چربه، هم به خاطر اینکه ضد آماس، آنتی اینفلامیشن هم، آنتی اینفلاماتوری هم هست، بنابراین اونو استفاده کنید. کمپرس گرم رو فراموش نکنید، مطمئنا چیز مهمی نیست این و زود برطرف میشه. خیلی نگران شدم ولی من این دکتر گفتم که گفتم من SLT گرفته چشمم، آره دیدم، بعد تازه من بروشور اینو خوندم چیزی که آزادارم عمل کرده زیاد موافق نیستم که بیشتر این قطره باعث کدری اون لنز چشم میشه. همین توی این بروشور روزی یه دفعه شب که اشکال نداره، چون نمیتونه فشار خیلی بالا ببره، روزی یه بار صبح صبح بریزیدش. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. گفتم از شما مشورت بگیرم آیا دارید صحبت کنم یا نه. چون متوجه شدم نباید استفاده کنم کورتیزون. بله. الو. الو. الو با من داری صحبت میکنی؟ بله. سلام آقای دکتر. من سلام. دو تا سوال داشتم. میتونم صحبت کنم؟ بله بفرمایید. من به شما گوش میکنم. بفرمایید. بله ممنون. یکی این که من 2 سال پیش کاتتر عمل کردم ولی بعدش بلافاصله دو بینی گرفت چشمم و این باعث شد که مثلا دکتر بهم یه عینک بده که عینک رو طوری تنظیم کردن که موقعی که مثلا من تلویزیون نگاه میکنم یا رانندگی میکنم دو بینی یه مقدار بهتر بشه. ولی سوال من اینه که میخواستم ببینم این بر حسب اتفاق اینطوری شده یا عمل جراحی کاتاراکت باعث شده که من دوبینی بگیرم. بعد سوال دومم اینه که من به هیچ عنوان اشک ندارم، یعنی شاید بیشتر از 30 ساله اصلا نمیتونم گریه کنم و هیچ عشقی از چشمای من نمیاد. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اتفاقا سوال بسیار خوبه. سوال من این هستش که شما این دوبینی که دارید، دوتا که میبینید، عمودی هست یا افقی هست؟ نه خیر عمودیه. مثلا وقتی تلویزیون نگاه میکنم چهره ها رو 2-3 تا میبینم. یعنی در جهت، یعنی در آدم ها رو رو هم میبینید در قدر، یعنی به تلویزیون اینطوریه. شما به تلویزیون که نگاه میکنید سر من رو یکی بالاش میبینید یا یکی بغلش میبینید؟ الو. بله بغلش میبینم، عکس ها رو بغل میبینم، یعنی ساید بای ساید میبینم. ساید بای ساید میبینی؟ بله. آه پس افقی میبینید، عمودی نمیبینید، افقی. بله. خب این بعد از عمل اتفاق افتاد؟ دقیقا بعد، بلا فاصله بعد از عمل. خب اگر بلا فاصله بعد از عمل اتفاق افتاده، خب یه عارضه عمله، بحثی نیست. حالا آیا واقعا این مشکل لنزتون نیست، مشکل عیب انکسارتون نیست؟ چون گاهی اوقات فرض کن اگر دو چشم شما 1.5 نمره 2 نمره با هم اختلاف داشته باشن، خب شما دوبینی پیدا میکنید، یعنی سایه‌دار میبینید، یه
تصویر یه چیزی بغلش. اول من میخوام، چون خیلی خیلی بعید به نظر میاد که ما وقتی عمل جراحی میکنیم به عضلات چشم لطمه بزنیم که مریض دوبینی ببینه، بخصوص دوبینی افقی. حالا دوبینی عمودی فرق میکنه، برای اینکه گاهی اوقات ما موقع عمل جراحی اگر اون اسپیکولومی که میذاریم تو چشم مریض زیادی بازش کنیم، میتونه لویتور رو و عضله بالا برنده پلک رو لطمه بزنه و در جهت عمودی ما دوبینی پیدا کنیم، اون امکان داره. ولی در جهت افقی معمولا بعد از عمل هیچ وقت دوبینی پیدا نمیشه. ولی من شک دارم، من فکر میکنم نکنه شما اصلا عیب انکسار دارید، یعنی شما دو چشمتون، شما این لنزتون اجست نیست و به همین دلیل سایه‌دار میبینید، این سایه‌داری رو به عنوان دوبینی قلمداد میکنید. اگر اون باشه خب بایستی یا لنز عوض بشه یا عیب انکسارتون برطرف بشه. آیا این عینکی که به شما دادن عینک منشوری است یا عینک معمولی است؟ نه خیر، یه عینکی به من دادن که گفتن که عینک رو پریزم، با پریزم یا پس پریزماتیک هستش. اوکی، همینو میخواستم. اگر عینک پریزماتیک هست پس مسئلتون عیب انکسار نیست، مسئلتون عضلات هست. خب ببینید، یک انتیتی هست میگویند در افرادی که در افراد مسن، گاهی اوقات عضله خارجی چشم شل میشه. حالا البته حالا نمیدونم چرا این همزمان با جراحیتون شده، این تا شناخته شده است یک موضوعی است. و این عضله وقتی شل میشه، شما به خصوص وقتی دور رو نگاه میکنید خیلی دوبینی زیاد میشه. به همین دلیل اگر خیلی زیاد باشه میشود رفت و عمل کرد و این عضله رو برگردون سر جاش و اون شلیش رو برطرف کرد. بنابراین به نظر میسته که شما شل شدگی عضله راست خارجی پیدا کردید. حالا نمیتونم بگم به خاطر عمل، چون توی عمل جراحی ما به اونجاها نمیریم که عضله رو دست بزنیم، حالا پیش اومده، ولی شل شدن عضله راست خارجیتونه که باید سفتش کنن. اگر مقدار پریزم زیاد، اگر حدود 4 دیو پریزم دارید اون مهم نیست، با همون عینک برطرف میشه. اما در مورد اینکه اشک ندارید، ببینید همه آدم ها در سنین بالا مقدار اشک چشمشون کم میشه، مقدار بزاق دهنشون کم میشه، مقدار آب بدنشون کم میشه. پوستشون چرا چین و چروک برمیداره؟ برای اینکه آب نداره. استخونشون چرا زود میشکنه؟ برای اینکه آب نداره، خشکه. پس بنابراین کلن آب بدن ما وقتی به دنیا میایم، به ایرانی نوزاد 75% بدنم آبه، یعنی نوزاد دریاچه است. در سن 70 سالگی ما شاید 25% بدنمون آب، 50% آب بدنمون از دست دادیم، یا حدود 40% آب بدنمون از دست دادیم. بنابراین اون چیز غیر طبیعی نیست. اگر خیلی خوب، تنها اشکالش اینه که خب من که نمیخوام شما گریه بکنید، گریه نکنید، برای اینکه عشق برای گریه کردن نیست، عشق برای اینه که چشم شما سالم بمونه. بنابراین اگر این احساس رو دارید که عشق چشم تو خیلی کمه، حتما بایستی از قطره‌های نان پرزرو همونطور که عرض کردم روزی 3-4 بار بریزید، یا براتون دکترتون پلاگ بگذاره تو مجاری اشکیتون که عشق خودتون رو چشمتون هرچه هست بماند، کمبودش رو با قطره های بسه اشک مسی برطرف بکنن. بنابراین شما کجا زندگی میکنی؟ من در تگزاس. تگزاس؟ متاسفانه اینجا نیستید، چون خیلی دلم میخواست ببینم شما رو که این مشکل دوبینیتون رو دقیقا پیدا کنم و درمان کنم. ولی به هر حال صحبت اینه که به دکترتون بگید آیا عضله چشم من شل شده، اگر شل شده میشه عمل کرد؟ این سوال اول. سوال دومم اینه که به خاطر خوش بودن چشمتون بگین قطره نان پرزرواتیو که پرزرواتیو نداره بهتون بدن، مطمئنا خیلی بهتون کمک خواهد کرد. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. اون قطره رو استفاده میکنن، چون این نداشتن اشک من تقریبا میشه 30-35 سالی که اینطوری، یعنی از موقعی که جوان‌تر بودم هست. واقعا فکر میکنم که بله، حرف شما درسته که تو سنین بالاتر آدم یه مقدار زیاد آب بدنش کم میشه، ولی در هر حال
این مشکل از خیلی سالای پیش بوده و ببینید شما اونقدر عشق داشتی، اگر کسی عشقش کم باشه که چشمش خشک میشه از بین میره، اگر چشم دارید یعنی عشق داشتی. این که شما اون وقت یادتون باشه ما دو نوع عشق داریم، یه نوع عشق داریم که عشق طبیعی هستش، یه نوع عشقی داریم که عشقی است که به دنبال احساسات، تغییر احساسات ما تولید میشود. بعضی هستن که اون مقدار عشقی که به دنبال تحریک احساساتشون ایجاد میشه کم هستش به هر علتی، یا به علت مشکلات قده عشقیشون اون فرق میکنه. ما دو نوع عشق داریم. پس شما عشقی که به طور طبیعی هستش داشتید، اگه نمیداشتید که چشم کنن بمیرن. پس چون چشم دارید پس اونو داشتید. اگر به دنبال تغییر احساسات عشقتون کم میشه اون مسئله دیگه است. اون مسئله اینه که حالا یا قده عشقیتون کوچیکه، به طور مادرزادی کم بوده، کوچیک بوده، یا اینکه بعضی هستن که بعضی از بیماری ها رو دارن، مثل روماتوید آرترایتیس، مثل لوپوس، مثل اوتوایمین دیزیز. اینا به علت اینکه مقدار زیادی سلولهای لیمفوسیت میره داخل غده اشکیشون جایگزین میشه، بنابراین عمل و فانکشن غده اشکی رو دچار اشکال میکنه. اگر اونا رو دارید، اون بیماری ها رو دارید، اونا هم یکی از علل شه. ولی به هر حال مهم نیست که علت کمی اشک شما چیست، مهم اینه که شما چشمتون خشک نشه، دچار اشکال نشه. برای اینکه دچار اشکال نشه باید از چون اشکتون کمه از قطره اشکی استفاده کنید که راحت تر باشید. خیلی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بهتون بخیر. خب دوستان عزیز، فرصت زیادی نداریم، فقط من میخوام باز خدمتتون عرض کنم که ما در ساعت 2، بین 2 تا 3 همین امروز در برنامه رادیو ایران 670 AM برنامه پرسش و پاسخ داریم که حتما سوالاتتون رو اگر فرصت نکردید در این برنامه مطرح کنید، اونجا مطرح بفرمایید. شما تلفن رادیو رو عرض میکنم، یادداشت کنید 323-512-7264. یک بار دیگه عرض میکنم 323-512-7264 در ساعت 2 تا 3 منتظرتون هستم که سوالاتتون رو در پرسش و پاسخ در رادیو مطرح کنید. اما داشتم صحبت میکردم در مورد این که بله، این گروهی که به اصطلاح نشستن و در مورد خشکی، چون مسئله خشکی مسئله کوچکی نیست، مسئله عمده ای شده امروز، این گروه به اصطلاح اسمش هست TFOS یا TFOS، TFOS که بهش میگیم Tear Film and Ocular Surface Society Workshop، که اینا نشستن بررسی کردن، همونطور که عرض کردیم در مورد کانتاکت لنز صحبت کردیم که کانتاکت لنز ها نباید باش بخوابید، نباید طولانی بذارید، سعی کنید one day استفاده بکنید، سعی کنید اگر ماهیانه استفاده میکنید بهداشتش رو رعایت کنید، اگر کانتاکت لنز شروع کرد به اذیت کردن و زرد چشمتون رو، یعنی کانتاکت لنز دیگه اشکال داره، باید بندازینش دور، عوضش کنید، با کانتاکت لنز هیچ وقت نخوابید. این مسائلی بود که در مورد کانتاکت لنز صحبت کردیم. در مورد کازمتیک صحبت کردیم هفته قبل، گفتیم که کازمتیک ها به علت داشتن این مواد آرایشی که ما استفاده می‌کنیم متأسفانه اینقدر مواد سمی توش هست که گاهی اوقات من وقتی که داشتم میخوندم این مقاله رو واقعا وحشت کردم که این همه ماده سمی توی این کازمتیک ها هست. چون FDA هم که میدونی که هیچ گونه کنترل قانونی روی مواد تولید مواد آرایشی نداره، بنابراین مواد آرایشی رو که استفاده میکنید باید خیلی کم استفاده کنید. FDA میگه که ما برآورد کردیم در حدود 12500 ماده شیمیایی در ساخت کازمتیک هایی که در جهان وجود داره استفاده میشه که کمتر از 20% اینها از نظر سیفتی به اصطلاح 20% بررسی شده، این بقیه‌شون حتی بررسی هم نشدن و زیاد روشون مطالعه نشده و سیف بودنشون مشخص نیست. البته گفتیم که این مواد مثل فنوکسی اتانول، مثل بنزالکونیوم کلوراید، مثل کلورفنزین، اینا موادی هستن که تو مواد آرایشی هستن و میتوانن واقعا به مقدار اینا به مقدار بسیار کم، یعنی
1/10000 مقداری که توی مواد کازمتیک هستن سمیان، برای نه برای پوست، من صحبت پوست نمی کنم، برای سطح چشم عرض می کنم، برای سلولای سطح قرنیه و سطح ملتهنه عرض می کنم، و این صحبت من رو اشتباه نگیرید، برای سطح پوست صحبت من نیست، برای سطح چشم که اینا تاکسیک هستن، برای سطح چشم برای سعی کنید که مواد آرایشی وارد سعی هم بکنید وارد چشمتون میشه، سعی کنید خوب خیلی زیاد استفاده نکنید، سعی کنید خیلی غلیظ استفاده نکنید، سعی کنید که به اصطلاح فاصله داشته باشه با لبه پلکتون با مژهاتون. اینا نکاتی است که در مورد کازمتیک صحبت کردیم که این گروه توصیه کرده است. حتی گفته شده است که بعضی از این موادی که مواد که در کازمتیک ها هست مثل فرمالدهید، منها کارسینوژن هم، یعنی سرطان سا هستن برای انسان، و مقدار زیادی هم فرمالدهید استفاده میشه در مواد کازمتیک. به هر حال این مسئله خیلی مهم هستش که رعایت کنید. حالا من در مورد چه میدونم گلوها و تتوها و اینا استفاده نمی کنم، اونا که خیلی لحاظی زیاده و ما چشم فیزیکو بسیار مخالف گذاشتن گلو در پای مژه ها هستیم، مخالف تتو هستیم در لبه پلک. شما وقتی که تتو میکنید تمام قدرت میبومیانتون اسکلورایز میشه و اون میبومیس یا روغنی رو که باید ترشح کنه و بیاد سطح کره چشمتون رو واقعا مشک کنه از بین میره، بنابراین خب خیلی مسئله است. گاهی اوقات سوال می شود که این قطره هایی که برای رشد مژه ها استفاده میشه مضر هست یا نه. ببینید این قطره مضر نیستن، ولی اشکالی که دارن باعث خشکی چشم میشن، بنابراین سعی کنید که حداقل مقدار رو استفاده بکنید که فقط خشکی چشم ایجاد نکنه. خب اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم از شرکت های جان چشم پزشکی، بفرمایید. آقای دکتر خیلی ممنون از برنامه های خوبتون، دستتون در نکنه. آقای دکتر من گلوکوم های که صدای منو میشنوی با تلفن صحبت کنید با من. کترک چشمم، شما زحمت کشتید، محبت کردید، عمل کردید. بعد یه عینک بود که گوشه های چشمم میپوشد، موقع عمل به من دادن این عینک، تا گفتن عینک آفتابی میتونید به جای عینک آفتابی استفاده کنید. چه مدت میتونیم، یعنی چند سال تا چند سال میتونیم از این عینک ها ما استفاده کنیم که بتونه او ضررات نور خورشید بگیره؟ بله، ببینید این عینک هایی که ما بعد از عمل به مریض میدیم بهترین نوع عینک دودی در دنیاست، یعنی میتونم ادعا کنم. و من شما اگر تو ماشین من رو نگاه کنید، اگر من تو خیابون ببینید، میبینید از همه عینک ها استفاده میکنم. عینکی گرون قیمت هم رو گذاشتم تو ماشین، گوچی رو گذاشتم اونجا، استفاده نمیکنم مگر اینکه مهمونی جایی میخوام برم فنسی باشه، اون عینک رو میذارم. ولی شما تو خیابون منو ببینید، توی کوچه منو ببینید، پشت رول منو ببینید، همین عینکی که به شما میدن بعد از عمل کدرک، این رو چشم من. چرا؟ برای اینکه اعتماد دارم به این عینک. این عینک 100% ضد UVA BC هستش، بسیار چیز خوبی هستش. من توصیه میکنم همه آدم ها اصلا از این عینک ها استفاده بکنن. این نوع عینک ارزون هم هست، بکنم با $15 میتونیم بخریدش. این رو استفاده کنید اگر خواهان حفظ چشمتون هستید، یا اگر میخواید شیک باشید، جیگول باشید، خب برید عینک شیک بخرید. حالا چه مدت این رو استفاده بکنید؟ تا آخر عمرتون میتونید استفاده کنید. قانونا ما میگیم تا یک ماه بعد از عمل اینو استفاده بکنید. حالا اگر دیگه دوست نداشتید، خواستید عینک شیک بذارید، میگه بعد از یک ماه میتوانید عینک معمولی ضد آفتاب استفاده بکنید. منتها یادتون باشه که عینک های ضد آفتاب، اوناشون که برند هستن خوبن، برای اینکه کاورج دارن، کاورج UVA BC رو دارن. چرا؟ برای اینکه اگر این کاورج رو نداشته باشه اصلا اجازه ورود نمیدن، مثلا دولچه گبانا، گوچی، نمیدونم از این نوع، از این برند های معروف اینا دارن. ولی یه وقت از شما میرید یه عینک آفتابی خب معمولی میگیرید، اون رو نمیدونم واقعا چقدر کاورج داره، ممکنه واقعا کاورج زیادی نداشته باشه.
اگر ساخت امریکا باشه اونا هم باز بد نیست، ولی اگر ساخت چاینا باشه مطمئنم که کاورج نداره. بنابراین اینا این نکات رو رعایت بکنید و این عینک رو یک ماه استفاده کنید، بعدش دیگه میتونید عینک گوچه خودتون استفاده کنید. نه من الان 2 سال دارم ازش استفاده میکنم برای پیاده روی. نه خیلی خوبه، تا آخر عمرتون ازش استفاده کنید، خیلی چیز خوبیه. بعد آقای دکتر من صبح که قطره تیمولول میریزم میرم پیاده روی، باید عینک رو چشمم باشه که نور آفتاب به چشمم بخوره یا فقط از روشنایی روز اون نور برای چشم من کافیه؟ عینکتون باید باشه همون. نه عینکتون رو بزنید، همون روشنایی روز کافیه. بس خیلی هم ممنون دستتون درد نکنه. سپاس از تلفنتون عزیز. همین ما وقتی داریم یا نه؟ خب متاسفانه وقت امروز ما به پایان رسید. با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن، با پوزش از دوستانی که روی خطا موندن، ولی خوشبختانه ساعت 2 تا 3 ما برنامه پرسش و پاسخ رو داریم در رادیو. یادتون باشه زنگ بزنید در رادیو ساعت 2 323-512-7264. یک بار دیگه عرض میکنم 323-512-7264 این شما تلفن رادیو هست که من 2 تا 3 فقط برنامه پرسش و پاسخ هستش. برای همه شما روزهای آفتابی، شبهای مهتابی آرزو میکنم. برای مردم میهن پیروزی، برای جمهوری اسلامی سرنگونی و زباله‌دان تاریخ آرزو میکنم که به زودی حتما چنین خواهد شد. و با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز که مثل همیشه ما رو داهیانه و اندیشمندانه کارگردانی کردن. مرسی امیر جان، بدرود، تا درود دیگه.